اگر مقاومت برای آزادی گناه هست، ما به این گناه بزرگ افتخار میکنیم. به زندان رفتن به خاطر آزادی افتخار میکنیم و به شهادت برای آزادی افتخار میکنیم. این سرنوشت آزادیه که موضوع کشاکش مردم ایران با رژیم آخوندی و همه طرف هایی که میخوان استبداد مذهبی رو در ایران حفظ کنند. این دعوای اصلی است. بله، این تمام دعواست. آنها میخواهند فاشیسم مذهبی را در ایران حفظ کنند. آنها میخواهند آیت الله های اتمی را به جهان بقبولانند. ما میگوییم این مردم ایران هستند که باید در مورد سرنوشت خودشون و کشورشون تصمیم بگیرند. مسئله ایران متعلق به ایرانیان و عزام مردم ایران است. ادامه پیدا کنه. ما تحمل نمی کنیم که باز هم کارگران ایران از فرط گرسنگی به فروش کلیه خود بیاید. ما تحمل نمی کنیم که باز هم زنان ستم زده برای تهیه غذا و لباس کودکانشان به قربانیان فحشا منجر شوند. ما تحمل نمی کنیم که دانشجویان به خاطر آزادی خواهی سرکوب شوند. ما تحمل نمی کنیم که زندانیان سیاسی همچنان در سیاه‌چال‌های رژیم ولایت فقیه شکنجه شوند. ما تحمل نمی کنیم که هموطنان ستم زده بلوچ و آذری و عرب و کردمان همچنان سرکوب شوند. بله، ما تحمل نمی کنیم که پناهندگان ایرانی در خارج کشور از حقوقشان محروم شوند و مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. نه، ما تحمل نمی کنیم و از حق خود برای کسب آزادی و دموکراسی ذره کوتاه نمی آییم. دولت و دادستانی ضد تروریست فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرم‌آور 17 ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کند. این پرونده سیاه‌ترین لکه در مبارزه ضد تروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است. مسعود رجوی، 21 آذر 1385.